دوستان خوبم سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت و تندرست باشید من احسان قیاسی هم مدرس حسابان و ریاضیات تجربی این افتخار رو دارم که در خدمتتون باشم با آزمون 21 بهمن ما از کانون فرهنگی آموزش خب بریم سراغ سوال اول گفته بود اگر اف و منفی جی دو باشه اف و دو تا جی پریم منفی یک به ما بگید حاصل این مشتق کدومه یه مشتق کسریه که میدونیم تو مشتقای کسری همیشه اولویت با عامل صفر شونده و ساده کردنه ولی خب اینقدر سوال اینجا ساده است که اصلا کار به اینا نمیکشه دوستان پس من هم میدم که عادی مشتق رو بگیرم میشه مشتق صورت خب مشتق صورت میشه دو تا مشتق جمع دیگه دو تا اف پریم به اضافه سه تا جی پریم سه در خود مخرج خود مخرج فقط میشه جی سه منهای مشتق مخرج میشه جی پریم سه در خود صورت که میشه دو تا اف سه در نهایت به اضافه سه تا جی تقسیم بر مخرج به توان دو یعنی جی به توان دو بریم و بریم مساعدت گذاریم اف پریم رو اینجا اعلام کردن منفی یک خب زب داره دو بشه مسلمان میشه منفی دو سه، جی سه ببینید دو تا جی سه منفی یکه پس خودش منفی یک دومه که زب در سه بشه میشه منفی سه دوم خود جی چقدره؟ منفیش دوه پس خودش منفی دوه جی سه دوباره گفتیم که دوتاش شده منفی یک پس خودش منفی یک دومه دو تا اف خب دو تا افه سه. افه سه خودش دو زب دو بشه چهار میشه دیگه رفقا سه تا جی سه جیه سه منفیش دوه پس خودش منفی دوه که زب در سه بشه یه منفی هم به ما میده مسلما همین الان گفتیم جی سه قرینش دوه پس خودش منفی دوه که به توان دو میشه چقدر چهار در نتیجه ما بالا رسیدیم به منفی دو منهای سه دوم که منفی دو منهای سه دوم یه مخرج مشترک اگر بگیرید میشه منفی هفت دوم رفقا قرار زب منفی دو بشه در نهایت اون طرف هم. منهای منفی یک دوم چهار منهای شیش هم که میشه منفی دو یعنی بوده منفی یک دوم زب منفی دو تقسیم بر مخرجی که چهاره خب دوستان چه اتفاقی میفته؟ منفی با منفی میره دو با هم ساده میشن اینجا هفت به دست میاد اینجا هم برابر میشه با یک هفت منهای یک میشه شیش تقسیم بر چهار که میشه سه دوم یا یکونیم یعنی گزینه دو سوال ساده ای بود بریم سراغ سوال بعدی سوال 92 در تابعی با این ضابطه آهنگ متوسط از دو تا چهار چقدر از آهنگ لحظه ای در برج سه بیشتره برج سه هشت که دوه حالا نمیدونم معنی و مفهوم و منظورشون از بابت این ایکس چی بوده ولی خب حالا به هر حال اگه میخواید آهنگ متوسط بگیرید خوب لطفا دقت کنید آهنگ متوسط میشه دلتا وای به دلتا ایکس خب دلتا وای دوستان یعنی ما باید f4 رو حساب کنیم منهای f2 کنیم پایین هم 4 رو منهای 2 کنیم خب f4 چقدر میشه؟ میشه 16 16 هم 1 f2 چقدر میشه؟ 16 4 هم 4 پایین هم میشه چقدر؟ 4 منهای 2 2 یعنی متوسط ما برابر بوده با منفی 3 2 بریم سراغ لحظه ای بریم سراغ لحظه ای دوستان از این تابه میخوام مشتق بگیرم ترجیح میدم x2 رو بیارم بالا بنویسم x به توان منفی دو ازش مشتق بگیرم میشه 16 ضرب در منفی دو یه دونه از توان کم میکنم منفی 3 رفقا اینو قشنگتر بخوام بنویسم صورت میشه منفی سی و دو پایین میشه x به توان 3 که اگر الان شما زحمت بکشید اینجا به جای x تون بذارید فرج سه 8 مسلما 3 با میره و منفی 32 تقسیم بر 8 به جواب منفی 4 خواهید رسید. خب گفته این چقدر از اون یکی بیشتره؟ اختلاف اینا رو از شما خواسته رفقا. خب شما چیکار میکنید؟ یه قدر مطلق باز میکنید میگید آقا منفی 4 چقدر از منفی 3 دوم بیشتره؟ اگه اینا رو از هم دیگه کم کنید برابر میشه با ارزم به حضور شما 5 دوم منفی 5 دوم که ما مثبتش رو اعلام می‌کنیم 5 دوم و گزینه 4 2.5 جواب درست ما خواهد بود. سوال 93 fx به ازوف 5 شده x8 به ازوف x4 منهای 1 گفته حاصل f پریم 6 کدام است؟ مسلماً از این رابطه ما باید مشتق ترکیب توابع بگیریم چون جلو f دیگه x نیست یه چیزی بر حسب x مشتق ترکیب توابع میشد مشتق توش 6x2 به اضافه 5 حالا پیریم و بذار روش چه پیریمه x به اضافه 5x اون طرف هم مشتق بگیریم x8 هشت میشه 8x7 هشت و x4 میشه چی؟ 4x3 ما گفتن اف پریم 6 رو پیدا کنید یعنی داخل اف پریم ورودی باید 6 بشه اگر این قرار باشه 6 باشه خیلی هم سخت نیست حد زدنش x 1 بوده بچه حالا x مساوی با 1 رو داخل این عبارت جایگذاری کنید 3 به اضافه 5 میشه 8 ضرب در اف پریم 6 اون طرف 8 به اضافه 4 12 خب مسلما اف پریم 6 شما برابر میشه با 12 هشتم یا اگه میتونید به چهار ساده کنید برابر میشه با سه دوم یا یک کنید. یعنی جواب درست گزینه سه خواهد بود تا الان که سوال سختی نداشتیم سوال 94 در جدول مقابل بعضی از مقادیر تابع F اومده نمودار تابع در بازه 2 تا 6 به صورت کدام گزینه است خب ببینید بچه ها شما هر چی دارید تو تابع اف ایکساتون رو بیشتر میکنید ایگرگاتون هم هی مقادیرش داره بیشتر و بیشتر میشه پس تابع شما یه روند سودی داشته گزینه دو رد گزینه سه هم رده. جواب یا چهار بوده یا یک بوده حالا فرق اینا تو چیه؟ گزینه چهار هر چی جلو میرید بیشتر هی که دارید بیشتر و بیشتر میشید هی که جلو میرید کمتر بیشتر میشید و گزینه یک هرچی جلو میرید بیشتر بیشتر میشید مثل اون بابایی بود که رفته بود آمپول بزنه گفته بود هرچی کمتر بیشتر بهش فکر کنی بیشتر کمتر دردت میاد اینم هم همینه دقیقا ببین هرچی جلو میری تو گزینه چهار هی داره از روند سودی بودنت کمتر میشه هی کمتر بیشتر میشی تو گزینه یک هرچی جلو میری داری بیشتر بیشتر میشی هی سودت بیشتر میشه اگه دقت کنید خب روند ما چه جوریه 12 تا 20 8 تا بعد 20 تا 26 6 تا بعد, بعد بعدی شده ارزم به حضور شما 26 تا 34 تا. بعد بعد تا و بعدی شد 2 تا خب ببین شما هم هی کمتر دارید بیشتر میشید پس جواب چا گزینه 4 کمتر بیشتر میشید خیلی مفهومی بخفن. و خفن بریم سراغ سوال بعدی سوال 95 میگه اگر f(x) 2 منهای x مساوی با f(o)j x باشه این سوال قشنگ معلومه یا از روی کتاب نردبام خیلی سبز در شده یا از روی کنکور 91 و این به شما داره نشون میده که تر را بیشتر که میخوان سوال تر کنن یا کتاب ها رو نگاه میکنن یا آزمون های سال های گذشته رو پس آزمون های سال های گذشته رو جدی بگیرید این اگه مال 91 نگو خب 91 در سال پیش بوده الان به من چه ربطی داره اتفاقا هم تبه تنها کسی که ربط داره به خود توئه. خب جیه یک و اف صفر پریم مخالف صفره شیب خط مماس این لفظ رو تا دیدید کلا به جاش یه کلمه بذارید مشتق تابع جی در نقطه به طول یک کدام است ترجمهش کردم شیب خط مماس خواهم مشتق دیگه قربونت برم از طرفه میخوایم مشتق بگیریم ببینید دو طرف مشتق ترکیب تواب است سمت چپ مشتق توش میشه دو ایکس منهای یک حالا پیریم و بذار روش میشه اف پیریم ایکس دو منهای ایکس اون طرف میخوایم مشتق بگیریم ببین سه تا تابه داریم انگار این استایلش اینجوری بوده F J H X استایلش چجوری میشه؟ ببین این H ای ای الان شده X کنکور 92 گرشت ریاضی این اومده بود سه تا تابه با هم ترکیب شده بود بعد از این مشتق گرفته بودن خب میشه مشتق توش مشتق X میشه چی؟ 3X2 حالا پیریم و بزار روش میشه جیپریم x حالا پی ریمو بذار روش ای یکی یکی پریم بذار روش بیا عقب اف پریم ج x اینم از این خودش مگه نگفته بود مشتق ج تو نقطه یک بگیرید خب قربونت برم مشتق ج تو نقطه یک یعنی اینجا و اینجا x تون باید یک باشه از x یک بوده x رو یک تنظیم میکنم خودش گفته g یک تو صورت سوال صفر این طرف هم سه یکی ست میرسیم به این قضیه که سه تا جی پریم یک مساوی بوده با زد جی یک البته یه اف پریم هم این ورده پریم صفر مساوی بوده بریم اون بر. اون طرفم هم یک بذارید این که میشه یک این هم میشه اف پریم اون طرفم میشه یه دونه اف پریم خب حالا کیا با هم دیگه ساده میشن اف پریم رو با هم دیگه ساده میشن سه تا یک برابر بوده با سه تا یک من از کار افتاد سه تا یک برابر میشه با یک پس جی یک برابر یک سوم بوده یعنی گزینه یک دیگه من نمیتونم بنویسم تو سوال بعدی خب بریم سراغ سوال بعدی سوال 96 معادله خط مماس بر منحنی F در نقطه به طول منفی یک Y مساوی با 3X به اضافه 4 وقتی میگه معادله خط مماس بر F در منفی یک 3X به اضافه 4 یعنی انگار منحنی F تو نقطه منفی یک یه منحنی بهش مماس یه خطی بهش مماس شده بوده که دقیقا شیب خط مماس به F دقیقا شیب همین خط بوده یعنی F پیریم منفی یکتون همین شیب خط سه بوده و اتفاقا مقدار منفی یک F منفی یک هم دقیقا از همین خطه به دست میاد که برابر میشه با چند برابر میشه با یک. آنگاه عرض از مبدع خط مماس بر منحنی در این تابعی که میبینید در نقطه ای به طول سه کدومه قشنگ ترکیب تابعه رو تو سه تا تست پشت هم دارن میارن و این معلومه که خیلی ترکیب تابعه رو این هفته قلمچی دوست داشته از این رابطه زرده میخوام مشتق بگیرم میشه پریم ایکس اون طرف مشتق ترکیب تابعه میشه چی؟ مشتق توش که میشه منفی چهار ایکس حالا پیریم و پزار روش بوده اف پیریمه 17 منهای 2x2 دقت کنیم قراره که ما خط مماس رو پیدا کنیم به G در نقطه به طول 3 یعنی داخل برودی های G پریم X باید 3 بشه اینجا X 3 بوده اگه این 3 باشه پس این بوده منفی 12 اگه این 3 باشه 2 نقطه 18 تا ا. این شد منفی 1 F پریم منفی 1 هم که بالا به دست آوردیم 3 خب یعنی G پریم 3 شما برابر بوده با چند 36 عوض میخوام منفی 36 یعنی چی خط مماس به تابع جی در نقطه 3 برابر منفی 36 بوده اون خطی که بهش مماس میشده حالا این مشکلی داریم ما عرض از مبدع اون خط رو میخوایم شی بهش رو نمیخوایم شما میخواید عرض از مبدع خط بدار کنید بعد نقطه رو داشته باشید با شیب یه معادله خط بنویسید معادلش به دست بیاد خب نگاه میکنم میبینم آقا جون هر اتفاقی تو جی داره تو نقطه سه میفته همون اتفاق داره تو اف تو نقطه منفی یک میفته یعنی اگه تو میخوای معادله بنویسی جی اس تو عین اف منفی یک تو میمونه که اف منفی یک تو رو ما بالا به دست آورده بودیم چند آورده بودیم یک پس ایگرگ تابع جی تو نقطه ی سه با ایگرگ تابع اف تو نقطه منفی یک برابره پس انگار نقطهمون هم این بوده نقطه ی سه و یک حالا معادله خط می‌نویسم وای مساوی است با چی بمون که شده منفی 36 ایکس حالا 3 میدیم بعد چم بگیریم بعد یک بگیریم خب 3 تا منفی و 36 تا میشه منفی 108 چیکارش کنم بهم 1 بده با 109 جمعش کنم فرض از مبدا 109 بوده پس جواب گزینه دو خواهد شد سوال 97 افو به صورت یک تابع ترکیبی قدر مطلق و براکتو توان داده بعد یه تعریف مشتق داده گفته که بگید مشتق این تابع حالتون نقطه ای که مد نظرشه کتبو بریم اول تعریف مشتق و موشکافانه بررسی کنیم خب هر تعریف مشتقی از سه جز تشکیل شده چند برابر مشتق چه تابعی تو چه نقطه ای از کجا بیاریم گفتیم تفاضل پرانتزای صورت پرانتزای صورت را از هم کم کنید منفی دو ها با هم میرن h بر روی h میشه یک برابره مشتق چه تابعی اون تابعی که زیاد تو صورت میبینیم f تو چه نقطه ای منفی دو اما چون لفظ صفر بیشتر آورده شما باید مص... مشتق چپ و راست رو معلوم کنیم چیکار میکردیم میومدیم حدی برخورد میکردیم با پرانتزامون صفر بیشتر یه دهمه ده داخل پرانتزاتون یک دهم ده اگر بذارید میشه منفی دو به اضافه یک دهم ده میشه منفی یک و نه دهم ده و پرانتز بعدی برابر میشه با منفی دو ببین قربونت برم تو داشتی میومدی منفی دو رو ببینی منفی یک و نه دهم ده و تو راه دیدی تو وقتی داشتی میومدی منفی دو رو ببینی منفی یک و نه دهم ده تو راه دیدی خب الان از سمت چپ منفی دو داشتی بهش نزدیک میشدی یا از سمت راست خب منفی یک و نه تمام سمت راستش بوده قربون قد و بالات پس این مشتقه هم مشتق راست بوده خب یعنی دو ما دو عوض میخوام منفی دو ما منفی دو بیشتر بوده برو بریم برو بریم تو این افه ببینیم چه خبره آقا هر موقع بهتون گفتن مشتق بگیرید قدر مطلق و براکت داشتی تا تکلیف اونا رو معلوم نکردی دست به سیاه و سفید نمیزنی خب براکت منفی دو بیشتر میشه خود منفی دو که در x بشه میشه منفی 2x قدر مطلقش هم که قرینه میاد بیرون دیگه اونم میشه منفی x یه به اضافه یک هم داره که در نهایت این قرار به توان دو برسه خوشگل بنویسیم 2x2 دو دو به اضافه یک به توان دو حالا میخوایم از این مشتق بگیریم از این بخوام مشتق بگیرم یه چیزی به توان دو میشه دو چیز چیز دو دو چیز بعد مشتق اون چیز مشتق اون تو مشتق 2x2 میشه 4x مشتق 1 هم که صفر عزیز دلم حالا زحمت بکش دیگه داخلش منفی دو خالی بذار دیگه داخلش منفی دو بذار دیگه بیشتر و کمتر واسه همون قدر مطلق و براکت بود که الان اگر منفی دو رو جای گذاری بفرمایید به جواب منفی 144 خواهید رسید یعنی گزینه 4 بریم سراغ تست بعدی سوال 98 این سال مشابه کنکور 92 تر شده بود که ما تو آزمون قلمچی سال 98 دیگه مشابهش رو داشتیم حتی پارسال هم قلمچی دیگه اینو نداد و من, من منتظرش بودم که اتفاقا بیاد ببینید بچه ها افو داده جیو داده بعد زابطه مشتق ترکیب توابه رو نیومده به صورت عادی بده بلکه از, از, اون مشتق گرفته و به شما داده خب این اولین کسافتکاری طراحه که میخواسته شما رو گول بزنه که واقعا برید از اف مشتق بگیرید داخلش جی بذارید بعد ضبط مشتق جی کنید حواستون باشه وقتی طرح واسهتون فرمول مینویسه میخواد سرتون کلا بذاره فرمول برگردونید به روال اصلی خودش چی بوده که اینجوری نوشته مشتق توش شده جی پریم پس این صد در درصد یف خفن بریم اف ج ایکس بوده که داشته ازش مشتق میگرفته این از مورد اول مورد دوم آخر سوال داره میپرسه در دامنش چگونه تابه است تو گزینه ها داره بحث سودی نزولی رو میکنه ببین قربونت برم اصلا و ابدا سمت استراتژی دو نرو از میخوام سمت استراتژی یک نرو چرا حالا بعضی از بچه‌ها میگن آقا اینو عدد دادیم حل کردیم خب هنر کردی عزیز دلم آخر سوال رو نگاه کن یارو داره در مورد سودی نزولی بودن میپرسه یعنی ملاکش این نبوده که تو ضابطه چیزی پیدا کنی این میخواد ببینه ترکیب توابه کیه بعد ازش مشتق بگیره از مشتقه بفهمه که آقا اصلا مشتق ترکیب تهاوش چجوریه سودی نزولیه اصلا فاز یا روکیه منو اف جی ایکس فلش همون میزنیم ایکس رو میبرم وارد جی میکنم به جی ایکس بدید میشه دو ایکس بر روی رادیکال یک به اضافه ایکس دو اینو کجا ببرمش اینو بردار ببر تو اف به اف اینو بدید تو صورت که همین عبارت میشینه دو بر روی رادیکال یک به اضافه ایکس 2 الان نگی آقا چه چیزه هچل هفتی الان من چه گلی به سرم بگیرم اینا همه با هم ساده میشن کل که این اینا همیشه بدونید همه این سوالا رو یه آدم تر میکنه آدمم حال و سله حل زیاد نداره هر چی سوال مسخره تر باشه راحت تر ساده میشه خیالتون راحت پایین نگاه کن میشه رفته بودم تو اف دیگه خب صورتشو رفتیم بریم پایین تو مخرج پایین یه چهار داریم من های x2 آقا اینی که داره واردش میشه منظورم این آبی است اینو به توان دو برسونو ببرش توی تا به 2 به توان دو میشه 4x2 مخرج هم که با اجازهتون میپره میشه 1 به اضافه x2 حالا زحمت بکشید از اینی که دارم کرم رنگش میکنم یه مخرج مشترکی بگیرید ببینید چی میشه شما اگه از این مخرج مشترک بگیری قربونت برم 1 به اضافه x2 رو بگیری خب صورت میشه 4 به اضافه 4 x که با اون منهای 4x2 میره یه دونه 4 اینجا میمونه که بعد اگه رادیکال رو پخش کنی روشون اینجا رو ببین این داداشمون با این میره جزر ارزم به حضور شما چهارم که کلا هیچی که میشه دو در نهایت بالا چی برام میمونه بالا یه دونه دو ایکس برام مونده پایینم یه دونه دو مونده الان شور حسینی نگیرد اینجا هیئت بزنی یا او شروع کنی بگی بله دیگه دو x دوم ایکس با سودی اکیده تا به ایکس. این ترکیب توابه تو بود تو هنو مشتق نگرفتی وایسا ببین اصلا ضابط مشتق و تشکیل دادیم آقا جان این میشه x حالا ازش اگه مشتق بگیری میشه یک و میرسیم به یه تاب ثابت یک خب این بدبخت نن مرده که معلوم فازش چیه این هم صعود داره هم نزول داره جواب درست گزینه سه بود ببین سوال خیلی قشنگ و استاندارده اول از اینکه ضابطه داده بعد برگردن دوم از اینکه با صعودی نزولی قاطیش کرده سوم از اینکه یه دام محاسباتی هم داره که بچه اینجا یادش بره بچه اینجا یادش بره که مشتق بگیره خلاصه حواستون باشه سوال خفنی بود بریم سراغ سوال بعدی سوال 99 باری کلا خیلی قشنگ کرده بود اینو یعنی یه جا واقعا بچه رو گول میزد میگه در این تابه چند نقطه عضو دامنه مشتق نیست ببین داخل قدر مطلق ریشه های ساده مشتق ناپذیرند خب این یه ریشه منفی رادیکال 3 داره یه ریشه مثبت رادیکال 3 که اگه زرنگ باشی بفهمی که فقط ایستایی های کوچیک‌تر از صفر قبوله فقط منفی رادیکال سه رو قبول می‌کنه خب این یک زیر رادیکال ریشه هایی که توانشون از فرجه کمتره مشتق ناپذیرن خب الان منفی دو رو میخوای قبول کنی که منفی دو اصلا تو بازه نیست و رد بچه یکو میزنه خواسش نبود تا چند زابطه است و چقدر من سر کلاسام هوا حسین کردم آقا تو رو خدا مرز و دریاب مرز این کنکور 1400 بوده 99 بوده 98 بوده یعنی دیگه کنکوری به نظرم تو نظام جدید نبوده که از این سوال ندن دوست خوبم تو صفر شما اول پیوستگی رو بررسی میکنی چمره که چمره رو بررسی کنی میم و چه از ذابطه بالا به دست میاد که میشه سه و ره از ضابطه پایین به دست میاد که میشه فرج سه دو و تمام صفرم جز به مشتق ناپذیرات چون ناپیوسته است صفر هم جزو مشتق ناپذیر راست و ناپیوسته است پس جواب درست یک نیست گزینه دو چقدر قشنگ بوده یعنی این سخت نبودا این که نمیبینید قشنگش میکنه بریم سراغ سوال بعدی سوال صد سوال قشنگی بود بازم ترکیب توابه ولی دیگه به نظر من خیلی لوسش کردن دیگه حال ترکیب توابه یکی دو تا دیگه نه چهار تا در شکل زیر نمودار تابع چند جمله و داده شده H هم داده شده که وابسته به تابع اف و, و بعد حاصل اچ پریم رو خواسته بیاد بریم رو شکل ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم تابع G ها میتونیم ضابطش رو بنویسیم ببینید شیبه خطش این دو تا نقطه این تفاضل X هاشون چاره تفاضل هم چاره پس انگار جی من برابر بوده با منفی ایکس 5 میلید بعد 4 بگیرید به اضافه پس این از ضابطه جی اکس بعد جی پریم هم یعنی مشتق تابع جی جی پریم اکس هم منفی یکه دیگه اف چی؟ اف تو نقطه پنج به جی مماز شده یعنی میتونم اینا رو در موردش بگم اف پریم پنجتون برابر بوده با یعنی شیب خط مماس به اف همون شیب خط مماس به جی بوده که برابر منفی که و در نهایت اف پنجتون هم برابر با چند بوده؟ چهار بوده خب حالا چی گفته از این تابه میخوایم مشتق بگیریم داخلش سه بذاریم خب بریم مشتق بگیریم میشه مشتق صورت اچ پریم سه اینجا بنویسم اچ پریم سه مشتق بگیریم میشه مشتق صورت مشتق صورت باز ترکیب توابع مشتق توش پریما بزار روش دو تا اف پریم دو ایکس یک در خود مخرج خودش ها رو عدد بذار سه بذاری سه به توان 2 9 منهای 3 میشه 6 در g6 منهای مشتق مخرج مشتق مخرج دوباره مشتق توش میشه 2 من منهای یک در خود مشتق توش پیری ما بذار روش در خود صورت خب خود صورت چیه f 2x منهای 1 سه بذارید میشه f 5 با اینم که خودش میذاریم میشه g6 به توان دو بریم رو سه گذاری دیگه دو تا F دو سه تا شیش تا یک پنج دو تا F فریم پنج میشه منفی دو اینجا می دو زب داره منفی دو G شیش رو از کجا بیارم از اینجا شیش بذاری میشه سه منهای دو سه تا شیش تا منهای یک پنج بعد این دوباره میشه G پریم شیش که G پریم شیش گفتیم مشتقه جی تو هر نقطه منفی که که میشه دوباره دوستان منفی یک و اجازه بدید اسم میبارم یه جور دارم وارد سوتی میشم من های این شد پنج الان درست شد در این هم که شد منفی یک اف پنج چنده چاره الان درست شد پایین هم که جیه شیش به توان دو خب جیه شیش شد سه به توان دو نه میشه با اجازهتون اینا رو داخل همدیگه ضرب میکنم تا ببینم به چی میرسم F فریم پنج دو ستا شیشتا منها یک پنج اینم اشتباه جایی گذاری کرد اینم منفی یک بود F فریم پنجتون میشه منفی یک خب امیدوارم موافق باشید که این یه تیکه برابر میشه با منفی شیش این یه تیکه برابر میشه با بیست پایینم نه منفی شیش به اضافه بیست چارده پایینم نه نهم یعنی گزینه دو بریم سراغ سوال بعدی